اللهم صل على الله فاطمة و و وبنيها والسر و المستودع فيها وعدد ما أخاط به الملك عوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم عرض به احترام خدا قوت محضر شما و تسلیت بابت این ایام خدا من متعال و شاکرم از اینکه در خدمت شما زائران و خادمان ابو عبدالله الحسین هستم این شب ها ما یک سری صحبت ها و عرائز خدمت زائران عزیز داشتیم که هر کدوم هر شب اون بحثی که پخش می‌شده در واقع جمع میشه سلسله جلسات نیست من تا همش با هم یه پکه حالا اینا رو ما روی کانال قرار میدیم کانال مؤسسه بعدا خواستید حتما دانلود بفرمایید برای یه نفر که بخواد بیاد زیارت اربعین خوب قبلش گوش بکنه و بیاد من عرض میکنم گفتم کاش این موکب, شماره یک می بود و این نکاتی که عرض میکنیم شاید قبل از شروع سفر بیشتر لازم باشه حداقل برای سال آینده ان گوش بفرمید آ میگن اون باند آخر صدا نداره اونم لطفی بکنید الان انجام میدن یک بحثی که امشب میخوام محضر شما راه بدم بسیار بسیار مهمه اصلا یک نگاه جدید در زندگی شما به وجود میاره نسبت به اتفاقات اطرافتون من تا مصداق و مثالش همین زیارت اربعینه شما به عنوان زائر دارید میرید به زیارت مزور اون کسی که زیارت میشه شما زائری دو او مزوره یعنی چه کسی به زیارت چه کسی میرود این دوتا خیلی مهمه و چگونه میرود این سه تا نکته اساسی داره که این آدم کیه اصلا کی باید باشه اینکه که کیا خودش بماند کی باید باشه دو به زیارت چه کسی میره اون مشخصه کیه اما آیا ما فهم صحیح از اون که او چه کسی است داریم شعنیشون ایشون رو میشناسیم نه اینکه حالا چه جوری هم بعد رفت من راجع به این مسئله فردا مفصل صحبت خواهم کرد فردا شب منتها چون بخشی از این بحثه یکی از نکاتی که امشب میخوام بهش بپردازم یعنی سرفصل ارزوند بلای زائره شما هم این روز میایید در این ایامی که مشغول پیاده روی هستید خودتون رو درگیری یه بلایی میکنید آه. عمدن پیاده میرید یه جوری انگار میخواید اون تکنولوژی که بغل جاده داره به گاز از کنارتون رد میشه رو به چالش بکشید بهش بگی آی ماشین ببین داره کنارم به سرعتم رد میشید منم میتونم سوار این ماشین بشم اما نمیشم میخوام پیاده برم اصلا اومدید که خلاف جریان آب شنا کنید دو سرش سختی هم میشید پاتون درد میگیره من اگر خودم پیاده راه نرم صحبت نخواهم کرد یعنی اعتقادم اینجوریه یه دو تا از این مدده های دوستمون رو مرز گفتم اگه اینجوری شدی که ما ماشین رفتی این موقع پیاده شدی خوندی بلند شد رفتی موکب دیگه اون به درد نمیخور حداقل یک مسیر رو حتما پیاده بری باید پا تاول بزنه پا درد بگیره تا بفهمی که آقا شب که اومدن تو موکب دیگه میخوان بخوابن اگه زیاد کشش بدی میگه آقا جون مادرت بسته دیگه آره فیتلر بکش با این خسته ای میخوان بخوابیم ما اینو لحاظ میکنیم و زیاد کشش نمیدیم خب یعنی چه جماعتی که خودشون رو عمدن میان رو بلا میکنن اولا ما یه درک صحیح از بلا باید داشته باشیم ما روزی که آفریده شدیم خداوند متعال از ما سوال فرمود الستو تو برب بکن آیا من خدای شما نیستم قالو همه ما ها گفتیم قالو چی؟ از قدیم همه گفتیم بله از قدیم هم گفتم بله و بلا همینه داستان هستی همینه بله و بلا گفتی بله بعد پاش وایسی گو قبول دارید منو به خدایی قبول دارید این ولایت منو خدا رو بر هستی میپذیرید قبول دارید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم قبول دارید یگانه معبود منم قبول دارید یا نعبد عبود و یا نستعین فقط بعد از من یاری بجویید و فقط سراغ من بیاید فقط باید در خونه منو بزنید همه هستی گفت بله حتی شیطان شیطان تو اون لحظه گفت بله منت خداوند متعال میفرماد بابا لام مذهب ها من دارم ته دلتون رو میبینم بعضیتون الکی گفتید بله من که ته رو دارم میخونم بله رو گفتید به خاطر که میخواستید از مواهبش استفاده کنید میخواستید نعمت هستی رو بچشید برای همین علکی گفتید بله در بلاها معلوم میشه که کی بله رو واقعی گفته کی علکی گفته فلسفه ابتلا و بلا همینه این یک معلمی که نگاه میکنه همون اول ترم میگه ببین تو افتادی زور نزن ولش کن برو حذفش کن تو میافتی استاد دانشگاه خبره است سی ساله داره درس میده همش دانشگاه رو اول سالم شروع میکنه اولین مسئله رو تخت سیاه حل کردن رو وایت نوشتن میگه تو تعطیلی ولش کن وقت مارم نگیر وقت خودم حروم نکن برو حذفش کن ها اگر این استاد خیلی خبره باشه چی؟ یعنی هیچ نقصی در کارش نداشته باشه میبینی تا نمره دقیق اون دانشور میتونه بگه اگر تو ده دوازده هم میگیری تو ده ایجده نمرته اگر این استاد خود خدا باشه رب مربی خود خدا باشه یکی از اصلی ترین فرقهایی که خداوند در قرآن با انجیل و تورات داره که تو اونجا خدا عبه پدره اینجا رب مربیه تربیت ما دست خودش حالا اینجا استاد برمیگرده میگه آقا تو افتادی از الان هشت برو میگه نه خیر من قبول میشم فلان به همه بر همین امتحان میذارن دوچاره بلا میکنن که نکه به استاد اثبات بشه نکه به خدا اثبات بشه اون که میدونه نمره چنده به خودت اثبات بشه فردا حرف زیادی نزنی یه بعد ابتلا همه دوچار ابتلا میشن از پیامبران الهی بگیرید تا ماها و از ابتلا ابراهیم رب بهو به کلمات میگه ابراهیم رو دچار بلا کردیم میبینی؟ من رب بهی کلمات اینجا رب مربی اون کسی که آزمان برگزار کرده خود خداست پس بلا ابدا چیز بدی نیست عقاید اسلامی وسیله بر رشده حضرت آدم یه ترک اولای کرد فعصا یه اشتباهی کرد دیگه حالا تا... تاب که نداریم که اما از این اشتباه درس گرفت فهمید نقطه ضعفش کجاست اون نقطه ضعف رو برطرف کرد تیم فوتبالش بهتر شد ما برای اینکه تیممون رو خوب بکنیم خودمون به عنوان مربی تیممون رو دچار بلا میکنیم چیکار میکنیم؟ بازی های سوری برگزار میکنیم ما برای اینکه ارتشمون قوی بشه مانور برگزار میکنیم دشمن نیست با دشمن فرضی مانور برگزار میکنیم برای چی؟ برای اینکه بفهم نقاط ضعفمون کجاست میری یه بازی دوستانه انجام میده برمیگردیم میبینه عجب دفاع چقدر ایراد داره برطرف میکنه فلزا بلا وسیله بر رشده یعنی هیچ شکی نکنید خدایا ما رو مبتلا نکن این چه حرفیه امکان نداره خدا این دعا رو مستجاب کنه امکان نداره به حرفتون گوش خدا خدای ما رو دوچار آزمایش نکن حرف باطلی طرف خدمت یکی از معصومی رسید فیم کنم خدمت حضرت امیر رسید عرضه داشت انشالله خدا ما رو دعا کن خدا ما رو فتنه و آزمایش نکنه فتنه آتیش یعنی آتیش طلا رو می نزن تو آتیش که از مس خالج رو بگیرن به میگن تفتین به میگن فتنه کردن آه؟ پس فتنه خیلی جا تو قرآن شما میگن فتنه کار شیطونه خدا میفهمه فتن ناقامه یا موسا ما دو فتنه کردیم قوم تو اصلا ما دو بلا کردیم ما می‌خواستیم امتحون ازش بگیریم فکر کنم علکی الکی گفت و ایمان آوردیم بسه. آیاش نشدیدی می شما فکر کردی همین که بگید ایمان آوردیم ما دیگه کارتون نداریم نه خیر اخبی از این خبران نیست حتی گنده تراش هم امتحان گرفتیم این بلا و ابتلا یکی از اصلا من می ستون‌های اسلامه و تربیتی اسلامه حضرت آدم قبل از ترک اولا که تو اون باغ داشت میچرخید واسه خودش کیف میکرد مصطفا بود استفا میگه آدم انتخابش کردیم اما بعد از این که اون خطا ازش سر زد اما توبه کرد اون سوراخی که محل نفوذ شیطان شده بود رو بست مقامش پیش خدا بالاتر رفته ثم مجتبا مجتبا یعنی کسی که شیشتونگ مال کمال معشوقه خدا میگه شیشتونگ بعد اون ماجرا من بغلش کردم اسم اعظم هفتاد سه حرف آصف ابن برقی یه حرف داشت موسا فقط چهار حرف داشت حضرت آدم اشتباه نکن بیست و خورده یه حرف داره اختیارش بود بفهمیش که ان حضرت آدم بعد از توبه چی شد خیلی رفت بالا چون دیگه نقطه نفوذ نزاش برای شیطان حالا نقطه نفوذ به واسطه کیلو رفت؟ خود شیطان خود شیطان هم دوچار بلا شد شیطان که هم موجودی نبوده میگه تسبیح دستش میفتاد فرشته ها مسابقه میدادن تصویر برسونن دستش شیش هزار سال نماز خون امیر المومین میفرما تازه معلوم سالاش زمینی یا آسمونیه که یه روزش پنجا هزار ساله یه سجدش دو هزار سال طول کشید یه جای امتحان زدش زمین یه بلا یه ابتلا یه بلای گفت به این سجده کن نمی کنم. من پس چی؟ تمام این سالها عبادت اصلا منه بوده اگر زائر در این مسیر بیاید و منش را کنار نگذارد در مسیر پیاده روی عربعین دلش به سمت حسین ابن علی علیه السلام نمی روید. به سمت شیطان می روید. بکشی خودتو عمرت اجازه نمیده که اصلا به شیطان نماز بخونی بلای زائر بلا یک بعد بلا و ابتلا یه بعد دیگه هم داره ما دوچار یک سری مصیبت ها تو زندگیمون میشیم این آزمایش الهیه واکنش ما نسبت به این بلاها و مصیبت ها شخصیت ما رو تعریف میکنه آدم ها در مقابل یک مصیبت یک امتحان یک آزمایش یک بلا متفاوت برخورد میکنن شما تو این مسیر داری میای یهو یه نفر همینطور داره راه میره یکی از پشت پا حواسش نبود پاش خورد پشت دمپایی رو کشید او که خورد زمین واکنش ها نسبت به این اتفاقات شبیه به هم نیست یه ده از زیر خنده خندهشون میگیره آه؟ اصلا اینکه از کلیپ های خنده دار که تو موبایل میاد چیه؟ اینو که زمین قبلا نه دیدنی تلویزیون نشون میداد نصفش فقط زمین خوردن ملت نشون رو نشون داد بقیه میخندید دلیل روانشناسیش هم اینه که آدم هر لحظه خودش جای اون طرف میگذاره فکر میکنه خودش خورده زمین بعد یک لحظه احساس رهایی پیدا میکنه که عجب من سالمم خوشحال میشه میزنه زیر خنده یعنی غریزی ترین اتفاق شکل میفته این غریزی این اتفاق مون یک سری آدم هستن که برای این غریزه غلبه کردن نه تنها نمیخنده یک لحظه ناراحت میشه یکی از از این جلوتره میره جلو دستشو میگه آقا چیزی شد خانم چیزی شد اتفاق بره. میتونم کمکتون کنم یکی هست نه کمکش میکنه دستشو میگیره مینشونش اونجا وسایلشو جمع میکنه دیدی در برخورد این امتحان بود مصیبت افراد دیگر را خدا برای ما خودش یک مصیبت و یک بلا قرار داده است شو چی مصیبت افراد دیگر رو بر ما یک ای اینجا ما دو شاخه بحث وجود میاد پس این بلاهایی که سر ما میاد چیه کفاره گناهامونه انقدر این خدا مهربونه به خدا از مهربونی خدا اونقدر میدونم که اگه بگم ترس از این دارم که برخی از عزیزان میل به گناه پیدا بکن انقدر که مهربونه انقدر که میبخشه اصلا به طرز عجیب غریبی این خالق رعوف دنبال بهانه است که ببخش یه خوبی میکنی ده برابر زب در ده میکنه مینویسی بعدی رو عین خودشو مینویسی یعنی باید تو ده برابر سود بکنی حتی اگه سوابا و گناهات مساوی باشه باید چی باشی؟ ده برابر باشه اون اعمالت صحیح و خطات مساوی باشه اون ده برابر میشه اونو همون لحظه ثبت میکنه گناهه رو به اون کاتبان میفرماد که اجازه بدید ببینیم تا آخر هفته توبه میکنه یا نه یعنی اونا که جهنم میرن واقعا بیشوره اینو دیگه کی هم میرن جهنم یه اینجوری داره میبخش محرم میاد ما رمضون میاد, میاد میبخش عرفه میاد میبخش فاطمه میاد میبخشه دنبال بهانست ببخشه پس این بلاهایی که سراغ ما میاد و یک بخشش خداوند متعال برای چی گذاشته برای بخشیدن تا چه حد امام صادق فرمود در خواب میبینید که خاری تو دست و پای شما میره خار تو دست و پاتون رفته تو نه قبی سوزن تو دست این کفاره گناهات میمیسه تو خواب کابوس میبینی کفاره گناهات مینویسن تا این حدش هم داریم یه لحظه به خودت فکر میکنی ای گوشین کو آ این این نشه همین که یک لحظه در حد دو ثانیه سه ثانیه احساس فقدان فقدان و نبود چیزی رو میکنی نگرانت میکنه مستربت میکنه میگه کفاره گناه میذاری هر بلایی داره سرمون میاد به ما کسا عید دعید نازه بر خودمونه گناه میکنیم خدا میخواد همینجا با صاف بکنه میگه بندم گناه داری نمیفهمه این خب بیاد اونور بد اذیت میشه بذار همینجا باش صاف کنه اینو چند بار گفتم میخواد بترسونه نمیتونه. این رعوفی خدا گفتم اینا. میخواد هم میگه <applause> آره میدونید فرق رعفت با رحمت تو چیه نکته ظریفی داره این مثلا شما صبح از خونه میزنی بیرون قرار بری زیر تریلی خدای نکرده بعد یوهویی پات پیچ میخوره نمیری کلی هم شاکی و ناراحتی که چرا پام چیه؟ پیچ خورد اینجا مورد رحمت خدا واقع شدی یا نه بله این رحمت رعفت چیه؟ رعفت میگن این نیست جنسش میگن, نوعی از محبته که حتما طرف و بچشه شیرینش اون حالت قبلی سلبی بود یعنی اتفاقی برات نیفتاده بود یه خوبی شامل حاله تو رعفت نه حتما باید شیرینشو بچش برای همین به امام هشته ما میگن امام چی؟ رعوف میچشونه که حرمش میری شیرینی رو میگیری کام تو شیرین میکنه میره. چقدر ما افتخار میکنیم که از سرزمینی میومدیم اینجا که ما امام رعوفمون ما اعتقاد ما ایرانی ها اعتقاد ما بچه که برات کربلا رو کی میده آه. صدق سری امام رضا سلام اینجاییم شک نکنی آه. از این طرف ماجرا میگه گناهاتونو اگه کم بود همین بر پاک میکنی میگه با همین بلاهایی که دوچار میشید هر چی که اذیتت کنه کفاره گناهات هرچی چی هر چی که اذیتت کنه کفار گناهات دیگه از این ساده تر میتونستم بگم هر چی رو مخت بره کفاره گناهات آقا خواب یه نفر یه دادی میزنه میپری کفار گناهات میزنه این چقدر مهربونه دنبال بهونه میگرده جهنمی نباشین بعضی هستن خب بی انصافن گناهشون انقدر زیاده با این چیزا پاک نمیشه بعضی که خدا دیدی دیگه چیکار میکنه میگه اینو زیاد دوچار بلا نکنید این باید جمع کنه کلا ببر اونور این کسی که دوچار مکر خدا شده ان شاء تو این جمع قطعا نیست همشین کسی نیست قطعا نیست اینجا چیکار میکرد بگه نه تو سفر اربعین چیکار اونا رو خدا نقشه براشون داره و مکر و مکر الله و الله خیر الماکر و قد مکر و مکرم و اند الله مکرم و ان کان مکرم لتزول من هول میگه کوه و پودر میکنه اگه مکرت اون باشه کف دست من خداست برش میگردم اینها رو خدا دوچار امحال استدراج میکنه مهلت بهشون میگه بیشتر گناه کنه و میفرماد و ان رب بکل بل مرسات من فرصت دادم اینا مثل و فرعون نزل اوتاد به اشینه برای خودش حرم بسازه بابایی میخوام ازش در بیارم از این پدری از این در این دیگه بیچاره است اینکه خدا مکر کرده باشه و با از سمت دیگه باز به ما مؤمنین میفرماد که شماها پاکار نیستید والا ای کاش پاکار منو خدا می بودید. من خوب برنامه بر این کفار داشتم خدا می چکارشون چیکارشون کنی؟ دیگه از این بدتر آها اگر شما مؤمنین پاکار می بودید، تو این دنیا اون بهشون می که ثانیه دوچار بلا و ابتلا نشن تا لحظه ته دلشون نلرزه به این ور آیش میره چیه؟ میفرماد اگر شما مؤمنان با همون دشمنان من همتون با هم یه سپاه نمی علیه من خدا نمی ایستادید نردبون و سقف خونه این کفار رو از طلا و نقره قرار می داد میگه چه کنم شما ها یه ماشین شاسی بلند بیمیره می دین و ایمانتون میپره می چه کنم درک صحیح از هستی ندارید زندگی رو فقط این هفتاد سال هشتاد سال میبینید یه پول دار میبینیم که خدایا نگاه کن چی به اون دادم ببین چه خبره همه کارم میکنه ها خدا هیچ کارش نداره این بدبخت بیچارگی فقط مال ماست گناه نکن بدبخت بیچارگی سراغت نهید میخواد که گناه باشه این ور شد شد نشد لحظه مرد موقع جون دادن یه حال اساسی میگه. مثل پنبه خار بعضی هستن اونجا هم صاف نمیشن تو برزخ میمونن تا روز قیامت تا عذاب تا پاک بعضی هستن اونجا هم پاک نمیشن روز قیامت روز هشت خیلی روز سختیه روایت اینطور میگه اونجا پاکشون کنن بعضی اونجا هم پاک نمیشن میرن جهنم میرن تو جهنم انقدر میمونن تا پاک بشن بعد میرن, میرم بهشت آیا از محبان اهل بیت کسی به این مرحله میرسد؟ بله میرسد متاسف هستن کسی که امیر دوست دارن اما هر کسافتی که از دستشون بر اومده انجام دادن بیچاره کردن مردم امیر دوست دارن مردم بدبخ کرده همه اون روزی متاسفانه اینجا یک بند خدا یک زائری که نه موکب این خادم بهش میگفتش که صفح آقا صف آقاین این طرفه اینجا صف خانوم هاست اینجا غذا بر خانوم ها میدن این صفح... اصرار که من میخوام برای هستم تو آقایی برادر من صفت اونوره. نه میخواست به هم بزنه صفو رفتم آخر گفت این کار امام حسینی نیست و گفت نیست که نیست میخوام برم امجا غذا و تو موهب به اهل بیت هم کل حق و ناس داری و وجود میاری حق اون بند خدا که تو صفای استاده رو کی خدا صاف کنه مگه حق خداست که خدا صاف کنه حق اونه حق و, ناس و حق الله نیستش که رفت دیدیم یه امامزاده ای طرف اومده بود تو امامزاده دراز کشیده بود داشت سیگار میکشید باورتون نمیشه دراز کامل دراز کشیده پاشم دم زری این خادم تا اینو دید گو پاشو پاش باشه برو گو به تو چه به خادم آقا هیچی نمیگه تو حرف میزنی ما دنبال یک چی آقا کی میگه آقا می... دیدیم امامزاده رو میگه یعنی مرتی که انتظار داشت امامزاده تو قبر درات بهم میگه میشه لطفا سیگار نکشید از تدخین ممنوع مثلا بلند برو بیرون نو no اسموکینگ یه دیوانه به ازم به تو رو آدم میخورم چی میگی تو چه فهمی داری چه آقای چی میگه تو میخواست بزنه پیر مردو گرفتیم کشتی میشیم من گفتم ویلش کن ما این دن به دن نکن به سیگارشو بکشی محبه دوستم داره بخور دوست دارش پس هر محبی که امیران ما میفهم برخی از محبین متاسفانه هستن که 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده لا مراقب حق و ناس باشیم بلای زائر یکیش اینه که کنار یه زائر دیگه داره قدم بر داره نه فقط قرار نیست حواسش به خودش باشه اینجا تو جزئی هستی از یک اجتماع از یک پیکره تمام محیط رو باید آنالیز بکنی در عین اینکه حواست به خودته مبادا ظلمی به کسی دیگه بکنی وگرنه یعنی اون زیارت به درد خودت میخوره مگر میشود شما به اهل بیت ارادت داشته باشی ارادتمندان اهل بیت رو دوست نداشته باشی و احترام نکنی مرا اهدیس با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چه جان خیش پندارم میگه هواداران کوی مولامو این جون خودم دوست دارم به به چقدر خوب اینجا دارم نفس میکشم بین کسایی که همشون عاشق حسین ابن علی و آقا صاحب زمان چقدر خدای شکر اون وقت دلم میاد کوچکترین احانتی بین آدم بکنم میتونم من نمیتونم میگم مورد قذب آقام قرار میگیرم تو فکر با اون چه فرقی داری اونم مهمون منه من دعوتش کردم در مورد اهل بیت معصومند بلاها و مصیبت هایی که سراغشون میاد کفار گناهان نیست این مصداق یه آیه دیگه است اونی که ما کفاره که سراغ مصلاق... بلاهایی که سراغ میاد مصلاق... کفاره گناهامونه اون آیه به ما کسبت عید ناسه میگیش بلای سرتون نمیده ما که خودتون گه بابای خودتون رو در میارید. آیه دیگه ای داریم که او یه چیز دیگه میگه این ملعون یزید وقتی امام سجاد رو دید، گفتش که خوب به ما کسبت عید ناس و چاره مصیبت ها شدید حضرت فرمود نه خیر ما مستاق آیه دیگه ای. اینجا منظور چیه؟ اولیاء الله بلاها و مصیبت ها خوب دقت کنید موجب افزایش درجه میشه برای اینها خوب دقت کنید منظور این چی من میخوام این لیوان آب داغ رو بردارم خب شستم رو با این انگشتم میفرستم اینو بردارم چرا شستم رو با این انگشت کوچیکم نفرستادم سوسوله برای همین این سوسوله باش نمیشه کار کرد از انگشت اشاره من سسول تره اینو بفرستم این شیء داغ یقینا میندازه زمین این حرف گوش کنه این حرف گوش کنه داغی رو تحمل میکنه در خانه اگر کس هست یک حرف بس از مغز داره فرمان میده میگن داغو بردار چشم شما یه تیری سمتتون شلیک میشه فیلم هندی نیست تیر منظورم شلیک گلو نیست جا خالی بدید منظورم سنگی مثلا اینجوری یه تیره مثلا سنگ سمتتون پرتاب میشه چیکار میکنی؟ دستت میده اینجا اینجا مغز به دست فرمان داد با دوباره خودت فدای چشم کن درست یا نه؟ گوش کرد یا نه؟ نمیتونست اینجا من چرا برم؟ به من چه؟ بذار چشه درات؟ راستی چرا من چه دست چپ نره؟ اصلا چرا ما دستا بریم؟ ما چه گناهی کردیم دست شدیم؟ چرا ما رو دست آفریدی؟ سره بره کنار میتونست یا نه؟ چرا هیچی نمیگه؟ چون تمام اختیارش بود و نبودش همه چیزش چیه؟ مغزه هر کسی نمیتونه دست خدا باشه حالا معنی جمله رو فهمیدی ید الله هر کسی نمیتونه اینجوری باشه که اسد الله الغالب باشه شمشیر زنیش معروف باشه بعد جلوی چشمش چل نفر بریزن جلو در خونش نگاه کنه بعد کی باشه همون کسی باشه که سالها بعد نینی چی میفرماد میفرماد خبر به من علی رسیده که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن مردی از شنیدن این خبر اگر بمیرد مرگ بر او رواست گفتم خدا شاده عجب روزه خوند آقا اینجا میخواست بفهمونه ببینید من چی کشیدم اون قبل ترها. 25 سال پیش بدونید من چی کشیدم جلو چشش این اتفاقات افتاد میگن زبیر خودش رو زمین میکشه تون واقع میزد به پاش همینطور میگفت علی چرا ساکت اینی که دارن میزنن زیر دست و پا دارن لهش میکنن فاطمه از آخه این زن معمولی نیستش میگن زبیر اینجوری میزد تو پاش همینرم سر تکون میداد گفتم. باید این داغ رو تحمل کنم اینا فرمان الهیه چی شد یکی میشه ید الله یکی میشه عین الله یکی میشه اذن الله ما نمیتون بشیم که ما تحمل بلا نداریم ما این انگوش کچیکیم لوسیم سوسولیم میندازیمش از اینجا بلنشی بری برگردی بیای اینجا ببینی یه نفر جا تو گرفته اصلا اینجا مال تو نبوده من اینجا صاحب اینجای ای تو این مالکیت مگه داشتی تو ماده نشستی عرفن میگه اونو که زودتر نشسته مثلا اونو عرفه سندش به نام توه نه برمیگردی اینجا داد و بیداد آقا برو کنار چه جای من میگه خوب کاری کردم اینجا نشستم زورم میرسه اینو که بگه دیگه قاطی میکنی میگه حق منه جای منه دعوا درست میکنی چه چیز که اصلا ماله تو نبود جایگاه همیرالمومن اشغال کردم اینطور زدن کشیدن بردن بعد نکه نتونی زورشو نداشته باشی اصدالله الغالبی تا حدی این کارهی ای که بعدا شبهه شد برای اهل سنت مگه میشه این اتفاق افتاده باشه پس چرا علی شمشیر نکشید میگه مشکل شما اینه که علی رو با قد و قواره خودتون میسنجید که دین خدا براتون تو مقیاس با کس و کارتون اول کس و کارتون بعدا دین خدا امیر کسی همه چی و فدای اسلام میکن حالا خوب دقت کن خدا میخواست حق و باطل رو تا ابد جدا کنه تا ابد. یه نفر باید دست بلند میکنه میگن تو پنجتن رو که دست بلند کرد گفت خدای حاضر من حسین بنویس اونجا داریم که یک ملکی تو گودال بر حضرت حاضر میشه میگه یا ابا عبدالله تا همین جا هم بسه برو بگو کارو تا ته پیش میبرم شیطان فریاد زد در روز آشورا اشتباه کردم حق و باطل تا ابد از هم جدا شد خیلی سخت بوده ابا عبدالله یه بار به شهادت نمیرسه هفتاد و دو بار به شهادت میرسه شما فکر میکنی وقتی حضرت عباس پاره جیگرشه حضرت علی اکبر پاره جیگرشه آقا کمرم شکست سینم شکست اون فردی که مختار داشت بازجویی میکرد از اون فردی که در سپاه عشقی ها بود گفت چی شد چطور دیدی گفت دو سه جا دیدم بعد ریخ به هم یه جاش اونجا بود که پشت سر علی اکبر رو افتاده بود عین بچه ها دنبال علی اکبر میدوند نه بچه ها دنبال علی اکبر دیگه چی گفت یه بار دیگه هم اون علی کوچیکر رو که برده میدوند بابا اونجا اصلا خوب نیست برای امام معصوم آدم بگه مستعسل میگه دیدم حسین مستعسل شده یه قدم سمت چپ برمیداره یه قدم سمت راست بر, بر یه بخو میره پشت خیمه برمیگرده بابا من این بچه رو آوردم اینا دیگه کین مادم آبش بدم مصیبت عظیمه عظیم آقا جا مصیبت خیلی عظیم ما نمیفهم اینجا یک جلوه ای شکل گرفت از بشریت از زیبایی اون چیزی که حضرت زینب سلام الله علیه ها می سلام الله علیه ها. او کی بود او این که یک عده پیدا شدن یه کار عجیب کردن چیکار کردن گفتن ما میخوایم تو مصیبت این آقا شریکش چون جنس این مصیبت الهیه افزایش درجه است گفتیم هر سختی شما ببینی برات چی میشه کفاره گناهات دیگه آقا اگه پسر جوان تو از دست بدی کفار گناهات حساب میشه آره دیگه خیلی سخت میشه حالا یه سوال اگر یکی دیگه پسر جوانش رو از دست بده بعد تو بری تو اون مصیبت شریک بشی انگار پسر خودتو از دست دادی چی میگن آره آقا اینم میشه دیگه فهمید چه سفره پهن کرد گفت شما مصیبت نبینید من مصیبت میبینم بیاید مشارکت کنید مال شما کفاره گناهش گرفتی چه کرده ابا عبدالله این مسیحی ها که میگن مسیح به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده شد نمیفهمن چی دارم میگن نمیفهمن متوجه نیستن گفت باشه مصیبت شیش ماه مال من تو بیا گریه کن انگا بچه شیش ماه خودت اینجوری شده برای تو هم پاک بشه حسابات تو هم افضایش رتبه بگیر برای همین انبیاء الهی برای اینکه بتونن خوب در خدا شاده تا پدر نشی نمیفهمی مصیبت علی از یعنی بچه 6 ماه باید بغل کنی تا بفهمی انج. به خدا من خودم همینطور بودم دیگه نمیدونستم همه اون کس پدر ها من چی می... بعد من الان نمیدونم من جوان 18 ساله ندارم خب بعد یه ده 18 ساله راه بره قشنگ چف بکنی قد و ببینی بعد تازه میفهمی مصیبت علی اکبر یعنی چی لطف به یه نفر بکنه لطف به یه نفر بکنه اینها رو بهش میده این بود که حضرت زکریا آمد گفت خدایا با امام حسین که آشنا شد گفت خدایا میشه یه پسر بهم به همون بدی همونجوری سرشو ببرن من یه خورده تو این مصیبت شریک بشم کاف ها یا عین صاد سوره مریم کاف کربلا ها حلاکت العطره ها یا یزید عین اتش صاد صبر حضرت زینب داشت این سوره رو میخوند داشت تفسیر میکرد این سوره حروف مقطعه تفسیر نفرمود رد شد حضرت امیر فرمود یا زینب داشت به زنان کوفی درس می گفت چرا اینو تفسیر گفت یا امیر المومنین خب این سوره حروف مقدس ما نمیدونیم رمزیست بین پیامبر و خدا حضرت امیر فرمود ای بای این داستان خودت <applause> و آیه خودت رو تفسیر نکردی آیه خودته چند روز پیش داشتم تورات میخوندم مزامیر تورات میخوندم گفتم خدا لعنت بر شما به خاطر این دروغهایی که گفتی نگاه کردم دیدم حضرت داوود داره عشق میریزه حضرت داوود خدا شده برات ابریشه براش تو ترجمه تغییر دادن میگه زخمهای قلب من بسیار شده است برای مصیبت حسینم لفظ حسینم رو استفاده که ازت از داود حالا همینا ها میذاریم کانال اون, اکس اون سفر و عبارت ابریش هم میذاریم تا ببینیم که نه تو ترجمه حسین رو برایشان ترجمه کردن مثل اینکه حضرت یحیی به زبان آرامی وقتی بهش گفتن توی اون قربانی وعده داده شده گفت نه آتا حسین هو منی هو انا مسنوهی دلاشوا ان مسنوهی لمشتغل به آرامی یعنی که من لایق نیستم رو جفت کنم حسین داره میاد این مصیبت یه همچین مصیبتیه گفت بابا یه سفره پهن میکنم سختی مال من فقط شما بیاد را بیاید بیاید ازتون پذیرایی میکنن هیچ ارادی نداره هیچیه مسابقه میدن میگن بیا اینجا اونور مسابقه سر یه چیز دیگه بود این شلاق میزد خسته میشد اون یکی دست میگیره. آتیش میدادن، زجر میدادن، رو عمدن یا جلو چشمه خیلی حرف خدا شاهده آدم نمیفهم بچهت مریض میشه، دیوونه میشی ببینی سر بچه شیش ماه را هی جلو چشمه درمجی دارن میبرن آدم دیوونه میشه، آدم میشه، اینا دیگه کین؟ اینا کی بودن؟ یه همچین صفره ابا عبدالله پهن کرد بعد فرق زیارت اربعین با اون هیئتی که توش نشستی تو اینه که اینجا تو حوزه عمل و حرکت تو پیش میای میاد جلو میگی منم میخوام را برم چرا میخوای سوار ماشین شو نه من نمیخوام سوار ماشین بشم حالا اون کسی که معذوریت دارن کار ندارن ما اما عمده جریان پیاده روی اربعینه دیگه گفت چرا گفت به خاطر اینکه میخوام ببینم چی کشیدن میخوام یه خورده شریک تو مصیبت برای همین در روایت داریم عجیب غریب هر کس چی به زیارت امام حسین بره ماشین پیاده بره چه ثواب عجیب غریب آره دیگه ثواب باید زیاد باشه گناه پاک کنه دیگه همینه دیگه همینه همینه بعد حضرت آقا امام صادق امام من و شما عزیز دل من و شما نور چشم من و شما که دار و ندارمون مدیون این امام هستیم ایشون میفرماد که بعضیا هستن تو این سفر دارن میرن یه جا پاشون یوی گیر میکنن دمپایی پاشون در میاد دو سه قدم تا خودشونو به دمپایی برسونن پا بره نمیرن اینو جدا باهاشون حساب میکنن چرا؟ چی شده مگه؟ احتمالا شبیه تر شدی دیگه نه؟ ببین پس این داستان شبیه تر شدن است آبس شوزب و فرستاد گفتش که شوزب برو به میدون گفت چرا دور برش گفت باشه میرم اول رفیقش بودیم با هم رفیق بودن رفیق چین هم بودن از اول با هم از کوفه فرار کردن اومدن خوششون رسون اونجا گفت چرا اینو اول فرستادی نه گفت خیلی آخه دوستش دارم گفت چرا فرستادیش میدون گفت نگاه کردم دم امروز آقام کسایی که دوستشون داره رو داره به میدون میفرسته داره داغ میبینه میخوام یه خورده بیشتر درک کنم این جنس داغشیه برای همین شوزه خیلی دوست دارم میخوام اول به میدون بفرستمش همون حرفی که حضرت عباس زد حضرت عباس رو به میدون فرستاد گفتن یاب نبی طالب چیکار یاب نه علی نبی طالب چیکار داری میکنی گو امروز مولام داغ برادر میبینه میخوام در داغ برادر دیدن هم شبیه مولا خیلی عجیبه بی این معرفت و پرده جدید در آفرینش باز شد شم. شما تعجب نکنید حضرت زینب سلام الله علیه ها میفرماد ما الله من فقط قشنگی دیدم من جدای حق و باطل رو تا آخر عالم دیدم من دیدم چقدر آدم ها از جهنم رهایی پیدا کردن به خاطر این عزیزه در گودال میدینی می چند میلیون و چند میلیارد رو بهشتی کرد عبدالله این چه کرده؟ این داستان مصیبته بلای زائر یعنی این پس اینکه عرض کردم اینکه تو دوچار یه بلات کردن الان تا اومدی مصیبت زده ای میگن اربعین برگشتن حالا یا اون سال یا سال آیندهش برگشتن رفتن جابر خودش رو رسون سال بچه از زینب سلام الله اینا اهل بیت بازمانده خودشون رو رسوندن یا میگن حضرت ام المؤمنین عبید الله ابن عباس عبید الله پسر حضرت عباس علیه السلام می آورد می شوند اینجا نگه مردم نگاش میکردن یه خورده به باباش رفته بود خوشگلیش به باباش رفته بود می زار زار عشق میریخت تو قبرستون با دستش چهار تا قبر میکشید کشید می شه بالا سرش عشق می فقط عشق می ریخ. مردم میریختن به هم مثلا عجیبه ها آره این عشق پاک کننده است پس تعجب نمی کنی. چون مصیبت ببینید کن مصیبت خیلی عظیمه یه موقع میگن که آقا پنج درصد این ای که داریم این آبی که اینجا هست بدید به این آقا یه پارچه پنج درصدش اینقدر آب تعلیبان میشه میدن بهش یه موقع میگن پنج درصد از اقیانوس رو بدید خیلی عظیمه بابا خودش یه دریاچه هست چون مصیبت خیلی گنده است خیلی لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بکه و علینا و علا جمعی اهل الاسلام بعد میره چی؟ جمعی سماوات ارز همه چی؟ اهل سماوات و ارز همه چون مصیبت خیلی بزرگه تو یه اپسیلون اپسیلون هم که درش مشارکت کنی خودش یه بی نهایت خودش یه هدیه بزرگه خودش یه تیکه گنده است ها برای همینه که مینه معقوله میگه برای ابا عبدالله ته چشد اندازه بال مگس خیس شد پاک شد پاک شد پاک شد راهپیمایی درست کرده اسم راهپیمایی بذاری راهپیمایی بهشتیان راهپیمایی درست کرده همه رو ببخش راهپیمایی درست کرده همه رو بهشتی بکنه بیاید آقا بیاید شما مشارکت کنید لازمیش جوان 18 سالت سلامت باشه روایت داره میگه وقتی یه جا میگن حسین در نام عباب دلومیه حضرت زهرا سلام الله اونجا حاضر میشه ما گوشمون نمیشنه به چشمون حضرت میفرماد که اگه با پسر خودتی که خدا حفظش کنه اگه اسم پسر خودتو داری صدا میکنی هر جا لفظ حسین بیاد که خدا حفظش کنه اما اگه پسر منو داری صدا میکنی که قتلوه از او رو بد کشتن بین دو نهر آب ظلم عظیم بوده پس به اندازه ای که من و شما کوچیکم مشارکت میکنیم میبریم نکته آخرم این که همه اومدن در مصیبت امام حسین خودشونو شریک کردن دیدی آبس اونطوری ها حضرت عباس علیه السلام اونطور سرش رو پای امام حسین نمیذاش میذاشه پایین اب عبدالله فرمود برادرم برای چی اینجوری میکنین گو کسی نیست امروز سر تو رو به زانو بگیره میخوام تو این داغ شریک باشم من نامردیه آه. خودمونیش نامردیه تو این شرایط میخوام بگم اما من ماندم من در وجود یک نفر به قرآن گیر کردم هر چی فکر میکنم شعن ایشون نمیتونم دریابم حضرت عباس 17 مرتبه در تواریخ آمده که از عبا عبدالله از نمیدون خواست 17 مرتبه اون دفعه آخری اومد وایستاد گفت آقا زاغ صدری سینم دیگه داره میترک بذار برم من بعد علی اکبر دیگه نمیتونم تعمل ازا برم آقا فهمت برو آب بیار خب یعنی میخوام بگم عباسو رو دیدی کوه 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 اومد گفت زاغ صدری من درگیر یه نفرم تینادیست تازه حضرت عباس مصیبت خود ابا عبدالله رو چی ندید که اصل مصیبت مص... علی اکبر باش این کارو کرده به مصیبت امام حسین چه کار میکنه مصیبت دست و پا زدن های تو گودال چیکار اونا رو فقط یه نفر ده. گفت یا حسین یا حسین اینم که دیدم شما رفتی بقیه مصیبت های شام و اونام بازم من میبینم که امام زمان ازشون پرسیدن آقا شما برای کدوم روزه میریزی به هم آن روزه علی اکبر علی اصغر گودال فرمود اینا سنگینه اما یه چیز دیگه است که بدلت از دموع دما گفتن چی فرمود اون شام روزه اون اسارت یک ای این مسیر رو مبادا زرق و برق کنار جاده ما رو بگیره زرق و برق موکبه ها بگیره زرق و برق این زیبایی همش جزئی از این زیارت اما مبادا اینها هواشیه منو شما رو بگیره بابا تو جاپای حضرت زینب سلام الله علیها داری میذاری خوش انصاف این مسیر دائم به یاد حضرت باش ببین من دارم کجا میرم دارم چی میگم خدایا رسید اونجا چشمت به گنبد افتاد بین الحرمین اگه داشتی میشم میدونه اونجا کجاست میدونه چه کسای اونجا دویدن دیوونه میکنه آدمو دیوونه میکنه آدمو ادب زائر حکم میکنه غرق در مزور باشه ادب زائر میگه من اومدم به تو یکی بشم خب این یکی شدن تو مسیر میگه پس با چقدر مهربونه اتف... اه اه. شما شک دارید که تمام این مناسک دست خودش خودش برپا کرد دلا رو کی تقدیم ما آدمای رو میبینیم بابا اصلا دا... میگیم بابا من به شوخی به طرف میگم بابا فلان تو که اصلا گروه خونیت نمیخوره خب میخندیم حالا نه که مثلا من خوب باشم اون بعدا نه اون از من همه بدترم مونتا منظورم اینه که دلا رو برگردون آهن رو تکون داده همین براده ها دارن میچرخن اینقدر مهربونه میگه بیا تو این مسیر من هماهنگ کردم دلهایی رو نرم کردم ازت پذیرایی هم میکنن آنچنانی هم پذیرایی میکنن منت تو میکشن بابت پذیرایی ها اما هم مسیر شو یه خورده تو این آشی نخودی بنداز حیفه میخوام ببخشنت میخوام آماده بشی میخوام درک کنیم مصیبت پس زائر دچار بلاست خودش رو شریک میکنه در بلای ولی معصوم و به واسطه اون فوج فوج کرور کرور اجر میبره حیف نیست از این اجر دست خالی بریم پر هرچی ما بیشتر دقیق تر حواس جمع بریم بیشتر میبریم به پیر به پیغمبر همه ما میمیره چند می تا رو میشناسید تو ذهنتون نکن یه سال پیش دو سال پیش بینتون بودن ای رفیق بود خبرش اومد رفت به خدا اونم فکر نمیکرد دو... یه ساعت دیگه میخواد بمیره راست راست تو یا یه ماشین زد بهش ها مرگ فجعه اومد سراغش یه لحظه گرفت مطمئنی دو ساعت دیگه هستی مطمئنی این مرگ سخته بیایم یاد بگیریم این آقایی که اینجوری برای ما سفره پاک کردن گناه فراهم کرده سفره تربیتی هم داره ها دستمونو بگیره طرف یه جوونی خدمت اشتباه نکنم امام جواد رسید یا امام سجاد حضور ذهن ندارم خدمت معصوم رسید عرضه داشت آقا اوزام خرابه گفت چته گفت گناه درو غیبت شروع کرد آقا گفت نمیخواد فر ال الحسین فرار کن سمت حسین حالت خوب فرار کن ما هممون از گناه خسته ایم داریم فرار میکنیم سمت عبا عبدالله سمت پاکی سمت نور و انشالله به واسطه اون عظمت این مصیبت تو زیارت آشیرا دیدی قد عظمت رضیتی مثلا میگه رضیتی خود قاطی میکنی تو این مصیبت. مصیبتی میبینی یه میگه مصیبت من خودمون شریک میکنیم آره مال ماست قدر بدونیم دوست دعا بکنم اللهم عجل ولی الفرج فرج و آفیت و نصر و من خیر عوانه و نصاره بین خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقا امام زمان الله قرار بده خداوند ما را این عنایت رو به این امت به این مردم این زمانه بکن که به چشم سرشون ظهور آقامون رو ببینن خدا این قدم هایی که داریم به سمت ابا عبدالله برمی داریم قدم هایی به سمت حضرت حجت قرار بده تجدید در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی نت